این کار خط موجود دوپلیکیت یا تکثیر میشه. یک دفعه دیگه هم این کار رو انجام میدم تا سه دفعه متد اد فراخونی بشه و نام دو رنگ دیگه رو به دلخواه تغییر میدم. حالا واسه اداره کردن رویداد کلیک شدن روی آیتم های منو و انتخاب اونها متد دیگه رو اضافه میکنم به نام onContextItemSelected. این متد رو هم از طریق منوی کد و گزینه Override Methods اضافه میکنم. در این متد تنها دستور موجود رو حذف میکنم، یعنی دستور ریترن رو. در ادامه از دستور ریترن به شکل دیگه استفاده میکنم. حالا از یک ساختار if else if استفاده میکنم و به عنوان شرط متد getTitle رو روی تنها پارامتر دریافتی متد یعنی آیتم فراخونی میکنم و خروجی متد getTitle که عنوان آیتم رو برمیگردونه رو یکی یکی با نام سرنگ آیتم های منو مقایسه میکنم. ابتدا با رنگ زرد مقایسه میکنم و اگه این مقایسه صحیح بود، یعنی اگه در منو رنگ زرد انتخاب شده بود، متدی به نام set background color رو روی شیء constraint layout فراخونی میکنم و ثابت yellow از کلاس color رو بهش پاس میدم. مشابه این کار رو واسه دو رنگ دیگه، یعنی در اینجا قرمز و آبی هم انجام میدم. در پایان هم با استفاده از دستور return مقدار true رو پاس میدم به این معنی که این متد کار خودش رو انجام داد. و پروژه رو اجرا میکنم. روی text view کلیک میکنم. چند ثانیه دستم رو روی دکمه موس نگه میدارم تا رویداد لاین کلیک اتفاق بیفته. با این کامنوی که تنظیم کرده بودیم روی تکست ویو نشون داده میشه. حالا یکی یکی آیتم های منو رو انتخاب میکنم تا رنگ پس زمینه صفحه لی‌آوت با رنگ انتخاب شده پر بشه. حالا میخوام کمی درباره متریال دیزاین و اندروید دیزاین ساپورت لایبرری توضیح بدم. گوگل دستورالعمل‌های جدیدی رو با عنوان متریال دیزاین برای طراحی اپلیکیشن‌های اندروید و کتابخونه‌ای رو با عنوان اندروید دیزاین ساپورت برای توسعه دهندگان در اندروید نسخه 5 معرفی کرد. متریال دیزاین یک سبک یا زبان طراحیه که در اون روی مباحثی مثل عمق، سایه و انیمیشن کار شده تا رابط کاربری اپلیکیشن ها زیباتر و جذابتر بشه و کاربر هم هنگام کار با اپلیکیشن لذت بیشتری ببره. با کتاب نه.